سلام سلام، من زئوس هستم. آره خدای خدایان. یک نفر که خودش رو جنشناس بزرگی میدونه در چندین سخنرانی ایرادی رو بر تکامل داروین مطرح کرده و هی تکرار کرده. ایرادی که گرفته این بوده که اگه تکامل داروین درسته، چطوری زن مطابق مرد تکامل یافته؟ اون در ذهن مرد سالار خودش مرد رو مبنا قرار داده و میگه چطور زن مطابق مرد تکامل یافته. خب اصولا تکامل به سازگاری با محیط میگن. وقتی محیط تغییر میکنه، مثلا یخبندان میشه، تکامل نقش خودش رو در حفظ جاندار نشون میده. اما محیط فقط محیط بیجان نیست، دشمن و غذا دو عامل مهم و تعیین کننده در محیط جاندار هستند که معمولا خودشون هم جاندار هستند و خودشون هم تکامل دارند. یعنی روال تکامل داروین اینجوریه که از قبل مشخص نیست تصادف‌ها و انتخاب‌های طبیعی در جانداران مختلف ساکن اون محیط عوامل تعیین کننده‌ای در انتخاب طبیعی همدیگه هستند. همه با هم در جهت سازگاری با همدیگه تغییر می‌کنند. زهر مار متناسب با خون دشمنان مار کشنده تر میشه و خون دشمنان مار هم متناسب با زهر اون مقاوم تر میشه. این اساس فرگشت هست. اینطور نیست که بگیم مار از کجا میدونه که ترکیبات خون دشمن او چیه که ضد اون رو تولید کنه. اون نه، در مارها زهر تصادفاً در جهتهای مختلف تغییرات اندکی میکنه. اون ماری شانس بقای بیشتری داره که زهرش برای خون دشمن کشنده تر باشه و از اون طرف هم دشمنی که نسبت به این زهر مقاوم تر باشه شانس بقای بیشتری داره و این انتخاب طبیعی هست. تکامل یافتن متناسب با تکامل دیگری یک امر طبیعی در فرگشته. چرا باید متناسب بودن تکامل مرد و زن با همدیگه تعجب آور باشه؟ خصوصا اینکه زن و مرد هر دو از یک گونه جاندار هستند. یعنی مثلا تغییرات ژنتیکی یک زن به راحتی به مردان نسل بعدی وارد میشه. در زن و مرد اگه تغییر یکی متناسب با دیگری نباشه، خب خیلی راحت حذف میشه. اتفاقا مسائل مربوط به جنسیت از اونجا که مستقیما به تولید نسل بعد مربوط میشه، به سرعت تحت تأثیر محیط تغییر میکنه. خیلی فرق داره با اینکه مثلا شکل ظاهری گوش تکامل پیدا کنه. در جنسیت علاوه بر متناسب بودن با جنس مخالف، حتی رد پای فرهنگ زندگی انسان ها هم در تکامل انسان دیده میشه. مثلا یک قبیله‌ای که یک مذهب کوچیکه و اقلیتی برای خودشون دارند، برای حفظ مذهبشون ازدواج با مذاهب دیگر رو ممنوع میکنند و این جزء فرهنگ اون قبیله میشه. در نتیجه ازدواج‌های فامیلی و داخل قبیله‌ای در چندین نسل تکرار میشه و تغییرات ژنتیکی ماندگاری رو سبب میشه، در حالی که اگه فرهنگشون در ازدواج چیز دیگه‌ای بود، تکامل جور دیگه‌ای پیش میرفت. علاوه بر اون تعداد جمعیت هم در میزان اهمیت تصادف ژنتیکی مؤثر هست. در جمعیت‌های کم تأثیر تصادف زیاد خواهد بود و رقابت شدید خواهد بود و تغییرات تکاملی هم بیشتر بروز می‌کنه. در حالی که اجداد شامپانزه ها در جنگل ها به راحتی زندگی می کردند، اجداد بیچاره انسان با جمعیت کم به سختی نسل خودشون رو حفظ کردند و در این میان تکامل اندام تناسلی نقش تعیین کننده ای در بقای انسان داشته. یک جمعیت کوچک از اجداد انسان رو در نظر بگیرید، نیمی مرد و نیمی زن. زنان از وقتی توان بارداری داشته باشن باردار میشن تا زمانی که دیگه توان بارداری نداشته باشن. یعنی دقیقا همون چیزی که الان حکومت اسلامی به دنبالش هست. پس ژن اون زنی موفق‌تر هست که تعداد دفعات بیشتری بتونه بچه بیاره. با وجودی که در برخی حیوانات زن و شوهری معنا داره،
اما در میان اجداد انسان فرهنگ تشکیل خانواده به شکل امروزی نبوده، یعنی یک زن و مرد به هم دیگه تعلق نداشتند. و خبری از غیرت‌های مردونه و قتل‌های ناموسی و این حرفا هم نبوده. انصافاً از این نظر فرهنگ اجداد انسان‌ها، همون شبه انسان‌ها، از فرهنگ اسلامی این روزگار بهتر بوده. روزگاری که هر روز شاهد قتل ناموسی و تهمت زنا و سنگسار هستیم. بگذاریم. بر اجداد انسان یک زن با تعداد زیادی از مردان در ارتباط جنسی بوده و در چنین فرهنگی ژن اون مردی موفق تر هست که در رقابت با ژن مردان دیگه بتونه اونها رو کنار بزنه و خودش در تشکیل جنین مشارکت کنه و این رقابت موجب تکامل شکل دستگاه تناسلی مردانه شده. با عرض خیلی ببخشید و معذرت و این حرفا، از اینجا به بعدش قدری موضوع بی‌تربیتیه. مثبت 18 است. داستان اینجوریه که با برانگیخته شدن حس شهوت، مغز ضمن دادن پاداش لذت به خودش هورمونی رو ترشح میکنه که از طریق خون به اندام تناسلی میرسه و با مسدود کردن سیاه رگ‌ها موجب پرخون شدن آلت میشه و با تأثیر بر بافت اسفنجی آلت اون رو راست قامت میکنه و محکم و مستدام میداره. این نکته تکاملی که میخوام بگم رو من از پیج پربار بایرن کلیپ یواشکی کش رفتم. در اجداد انسان‌ها در گروه رقابت مردان تکامل به نحوی پیش رفته که روم به دیوار شکل ظاهری آلت بلندتر، مستدامتر و قطورتر بشه، به طوری که به نسبت دیگر میمونها اندازه یا آلت در انسان بیش از دو برابر میمونها هست و در این حال خروج اسپرم ها با تأخیر بیشتری صورت میگیره تا آلت فرصت داشته باشه تا هرچه بیشتر در طی حرکت شنیع رفت و برگشت خودش اسپرم های باقی مانده از مردان قبلی رو بیرون بیاره تا شانس موفقیت اسپرم های خودش رو بیشتر کنه، یعنی از مردانی که قبل از او با این زن در ارتباط جنسی بودن اسپرم هایی در دهانه رحم باقی مونده و تلاش هر آلت اینه که اون اسپرم های قبلی رو بیرون بکشه. فرو رفتگی گردن آلت جوریه که کمک میکنه تا همچین اسپرم ها بیرون کشیده بشن، نه اینکه داخل تر برن. و بعد از کاستن از مقدار اسپرم های رقیب، آلت اسپرم های خودش رو شوت میکنه. اگه بعد از شوت کردن به اون حرکت رفت و برگشت ادامه بده، خب دیگه از این به بعد موجب خارج شدن اسپرم های خودش میشه. برای همین تکامل کاری کرده که بلا فاصله بعد از شوت کردن اسپرم ها اون بافت اسفنجی آلت استقامت خودش رو از دست بده و مسیر سیاه رگ ها باز بشه و قضیه به خوبی و خوشی تموم بشه و بدن به آرامش برسه. چرا چون این تکاملی در این حد در شامپانزه ها صورت نگرفته؟ خب چون شرایط اونها فرق می کرده. اونها جمعیت بیشتری داشتند و رقابتشون برای بقا مثلا بر اساس توانایی بالا رفتن از درخت بوده. در میان میمون ها گونه بنوبو بیش از بقیه سرگذشتی شبیه انسان داشتند. البته سرگذشت اونها به سختی اجداد انسان نبوده، اما به هر حال اونها هم کم جمعیت بودند و برای همین تکامل در جنسیت اونها بسیار مهم بوده. الان فعالیت جنسی بنوباها بسیار بیشتر از بقیه میمونها هست و اونها انواع رفتارهای جنسی رو دارند که عیناً مثل رفتار جنسی انسان هست، به طوری که باغ وحش‌ها به خاطر بدآموزی کودکان از نمایش بنوباها پرهیز می‌کنند. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.